ایران میزبان نشست جهانی مبارزه با تروریسم، کشوری که خود متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه است. سران کشورهای منطقه به شمول افغانستان، پاکستان و عراق در نشست دو روزه مبارزه با تروریسم در تهران شرکت کردند. در نشستی که نمایندگان بیش از 60 کشور دیگر نیز حضور داشتند. رئیس جمهور کرزی در این نشست افغانستان را قربانی اصلی حراس افغانی خواند و از همتایان منطقه‌ایش خواست تا برای مبارزه با این پدیده همپیمان و همپیکار باشند. اما پرسش اصلی در علاقمندی و توانمندی این کشور هاست. چرا این منطقه پایگاه برای گروه های تروریستی شده است؟ عدم وجود دیدگاه و تعریف واحد کشورهای منطقه نسبت به تروریسم چه تأثیری در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای دارد؟ آیا کشورهای منطقه راهبرد واحد برای مبارزه با تروریسم دارند و چرا بیشتر از کشورهای منطقه کشورهای فرامنطقه‌ای در این مبارزه جدیت نشان می‌دهند؟ این پرسش‌ها را در کنکاش امشب به بحث می‌گیریم. اما در نخست گوشه از گفته‌های رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ایران. فعالیت‌های خرابکاران یک گروه کوچک و سوء استفاده از نام دین مقدس اسلام مسئله دیگر است که کشورهای اسلامی طلب جدیت بیشتر مبارزه با تروریسم را می کند. متاسفم اعلام کنم که افراد و گروه های عامل این حوادث مورد حمایت آشکار برخی دولت های اروپایی و برخی سیاستمداران آمریکایی هستند. ما باید با حراس افغانی مبارزه جدی بکنیم و حراس افغانان را پیش از آن که ما را از پا در آورند از پا در آوریم. پاکستان حراس افغانی را سخت محکوم میکند. باز هم به کنکاش خوش آمدین. من میرویس آریا گرداننده امشب بحث کنکاش هستم. در برنامه کنونی ما آقای صفت‌الله صحاف ساپی معاون مرکز رسانه های حکومت، آقای فاضل سنچارکی سخنگوی ائتلاف ملی تغییر امید و آقای هارون میر آگاه امور بین المللی حضور دارند. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه ما. آقای هارون میر، من میخواستم که از شما آغاز بکنم و در نخست شما میدانین که یکی از محورهای اصلی نشست جهانی تهران در رابطه با مبارزه با تروریسم تعریف مشخص از تروریسم بود که در نامه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم تذکر داده شده بود و از شرکت کننده خواسته شده بود تا تعریف واحد و مشخص را از تروریسم ارائه بدن. حالا ما میخواهیم بفهمم که ایالات متحده آمریکا 10 سال از در افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم حضور داره. تعریف ایالات متحده آمریکا در این 10 سال از تروریسم چی هست؟ خب ایالات متحده آمریکا تعریفش از تروریسم واضح و آشکار است. هر گروهی که با استفاده از خشونت بخواهد که و تهدید علیه امنیت کشورهای غربی و بخصوص آمریکا بخواهد که خواسته های خود را تحمیل بکنه، اونا را به نام تروریست یاد میکنه. و این تعریف است که تقریبا تعریف است مشابه به آنچه که در سازمان ملل متحد از تروریست ها تعریف شده. حال موضوع عمده در بحث هایی که در بین کشورها هست. آقای میر اجازه بدین که دیدگاه دیگر مهمان ها را هم و همچنان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را من از آقای فاضل سانچارکی بپرسم که دیدگاه جمهوری اسلامی ایران که گاه متفاوت و متضاد با دیدگاه غرب در رابطه با تروریسم بوده، آقای سانچارکی میتونه مشخصا از تروریسم چی باشه؟ خب طبیعی است که یک تعریف واحد و مشترک از تروریسم در سطح کشورهای منطقه و جهان وجود نداره. هر کس مطابق با منافع خود و دید و نگاه خود از تروریسم تعریف ارائه میکنه. جمهوری اسلامی ایران هم فکر میکنم تعریفی که از تروریسم ارائه میکنه یکی تروریسم در سطح گروه ها و سازمان هایی هست که اونا به نحوی حراس افغانی میکنن و تهدید میکنن منافع کشور ایران یا کشورهای منطقه. و دیگر تعریفی که جمهوری اسلامی ایران داره بیشتر تروریسم دولتی را اونا تکیه میکنن که
فرض مثال اسرائیل کارهایی که انجام میده، فعالیت‌های حراس افغانی که میکنه، بسیاری از فلسطینی ها و افراد نهضت مقاومت در کشورهای یعنی مختلف به این معنا که دید ایران و جمهوری اسلامی ایران نسبت به غربی ها در رابطه با تروریسم و مبارزه با تروریسم متفاوت و متضاد است. خب یک نگاهی که جمهوری اسلامی ایران داره و صحبت های امروزی هم کاملا مشخص و برجسته بود این بود که تعداد زیادی از گروه ها و سازمان های حراس افغان زایده دستگاه های استخباراتی غرب است و خود کشورهای غربی به خاطر منافعشان این سازمان ها را به وجود آورده. سپاسگزارم آقای سانچرکی. حالا آقای ساپی، حکومت افغانستان دنبال کدام تعریف هست؟ ایالات متحده ای امریکا گروه هایی را که با زور و حراس افغانی و با ایجاد ترس در پی برآوردن منافع سیاسی خودشان هست و ایجاد ترس و وحشت میکنه، این گروه ها را تروریست میخوانه. حالا آقای سانچرکی گفتند که دید جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله تروریسم متفاوت و متضاد با غرب هست. حکومت افغانستان و رئیس جمهور کرزی که در نشست تهران رفتن حضور داشتند، به دنبال کدام تعریف در مبارزه با تروریسم هست؟ کدام تعریف را میپذیره و دنبال روش خواهد بود؟ اولی که طوری که دوستای ما گفتن، تروریسم به سطح بین المللی تعریف مشخص ندارد و هر حکومت و یا هر سازمان از دولتی و یا غیر دولتی تا بالی به توافق نرسیدن که تروریسم یک تعریف مشخص و مشترک تعریف کنند. تا به حال آن چیزی که به دولت افغانستان مهم است این است که ما از تعریف دولت افغانستان و مردم افغانستان در این راستا پیروی میکنیم. تروریسم که حکومت افغانستان یک نمونه بسیار واضح است. چی هست این تعریف؟ چهار واضح است. آنچه که امروز در لوگر به اتفاق افتاد تروریسم است. به یک شفاخانه حمله میشه، بله، مریضا از بین میره، دکترا از بین میره، همه مردم ملکی از بین میره. این به نزد ما و مردم افغانستان نوع بسیار بد تروریسم است. و از این واقعات ما در افغانستان داشتیم و امروز در منطقه هم این کارها را میکنه، اینا تروریست هستند بدون شک. کسایی که به همچو واقعاتی که امروز در لوگر به وقوع پیوست و در پشت سر این طور حادثات دستایی که قرار دارند، بدون شک تروریست هستند. آن چیزی که ما میکشیم به خاطرش ایست که شما، ما میخواییم که بدون شک بعد از 11 سپتامبر نحوه مبارزه با تروریسم و یا آغاز جنگ علیه تروریسم یک شکل دیگه گرفت و با تاسف که افغانستان در جنگ 10 سال میشه که قربانی میتن. بله. و تحت ابهامات متعدد مردم ما در جنگ قیمت میپردازن. بله. چقدر موازی با همو تعریفی را که غربی ها و شریک اصلی افغانستان در این مدت 10 سال که در افغانستان حضور دارن از تروریسم دارن، چقدر هم نوا با این تعریف حکومت افغانستان از تروریسم هست؟ اولی است که سازمان القاعده یک سازمان اعتراف شده از طرف بیشترین کشورهای جهان یک سازمان تروریستی است. حلقاتی که در پشت همچو اعمالی که امروز در افغانستان به وقوع میپیوندند و مردم ما را میکشند، بدون شک که چنین حلقات حامی تروریسم است. مثلا کدام حلقات هستند اینا که در پشت کسایی که واقعیات امروز حمله و یا حادثه لوگر ترهریزی کرده بودند؟ خب این گروه ها نام مشخص دارن یا خیر؟ با تاسف که تا به حال ما اطلاعی نیافتیم که کدام گروه مسئولیت حادثه لوگر را به دوش گرفتن. بله، حادثه لوگر را نگرفتن، اما حوادث دیگی را که ما مثلا در جلال آباد داشتیم، در خوست داشتیم، در قندهار داشتیم، در کابل داشتیم، این حملات مشابه را گروه های مسئولیتشان را بر عهده گرفتن. خب در این شکل نیست که امروز در افغانستان همه چیزی که صورت میگیرد نسبت داده میشه به یک عنوان مشخص. خب. و این را ما بارها گفتیم. کوشش و سعی و تلاش حکومت افغانستان است که این آدرس و این عنوانی که حلقات متعدد تحت نام او با همچو اعمال دست میزنند او را جدا بسازیم. خب. حلقات تروریستی را
در منطقه و در حقیقت که خارج از حدود افغانستان است. یعنی شما میگین که این حلقات تحت نام و تحت عنوان طالبان این کارها را انجام میدن. متاسفانه که ما بارها گفتیم که آدرس مشخص ندارن. خب آدرس مشخص ندارن و ایره که میاین به نام طالبان ادعا میکنن، طالبان چنین کار را نمیکنن در حقیقت. ما ایره نمیگیم که طالبان در جنگ در افغانستان دخیل نیستن، بلکه خب. طرف جنگ است. خب. ولی باز شما با این باید این حقیقت هم باید هموطنای ما بفهمند که نه تنها طالبان در افغانستان امروز جنگ رهبری میکنند، بلکه گروپ های دیگری منطقوی است که در پشتش حلقاتی است که سر مفکوره تروریسم و صادر نمودن تروریسم باور دارند. ما کوشش ما ایست که در افغانستان صلح پایدار از طریق آمده میتوانند که این وانی که امروز حلقات بیرونی و حلقات اجنبی در افغانستان تحت نمی این وان تروریسم در افغانستان صادر میکنند تفکیک بکنیم و با افغان خود با صلح برسیم و با تروریست اصلی و حقیقی مبارزه اشتیناپذیر ادامه بدهیم. آقای میر، ایران به دنبال چی هست با برگزاری چنین نشست‌هایی و می‌خواهد چی را ثابت بسازه؟ البته موقفگیری های ایران بسیار واضح است. ایران از زمانی به این طرف تحت تحریم های اقتصادی سیاسی جهان قرار گرفته و ایرانی ها می خواهند که خود را از این انزوای سیاسی بکشانند. این بار اول نیست که همچون یک مجلس را اینا دایر کردند که رئیس جمهور افغانستان و پاکستان در او اشتراک کردند. چند قبل سر موضوعات استوی هم یک مجلس داشتند که یک تعداد از نماینده های از سراسر دنیا در او اشتراک کردن. این یک مانور سیاسی است که ایرانی ها میخواهند نشان بدن به امریکایی ها و کشورهای غربی که تحریم ها را روز به روز بالای ایران تحمیل میکنن، نشان بدن که ایران در یک انزوای سیاسی قرار نداره. یعنی ایرانی ها توانمندی از این را دارن که با وجود از این تحریم ها بتانن که همو صدای خود را از همو یک تریبون بین المللی که واقعا با اشتراک نماینده های کشورهای گوناگون یک تریبون بین المللی بوده و از اون صدای خود را بلند بکنن، یک مانور سیاسی است که و همزمان با اون شما میدونیم که در داخل ایران هم مشکلات و چالش های است، رقابت های بین به اصطلاح رهبری مذهبی ایران و رهبری سیاسی که رئیس جمهور احمدی نژاد تقریبا در یک کشمکش قرار داره. این جنجال های داخلی هم باعث شده که رئیس جمهور ایران نشان بده که هنوز هم مرد بر قدرتی است و صدای را بلند بکنه که بتونه یک مقدار کمک یا پشتیبانی داخلی ایران هم کسب بکنه. سپاسگزارم. آقای سانچراکی، آیا فکر میکنین آنچه را که آقای میر اشاره کردن که ایران در پی ای هست تا از این انزوای سیاسی که امروز ایران با او دوچار هست خودش را بکشه، آیا فکر میکنین با چنین نشست های ایران واقعا میتونه از این انزوا خودش را بیرون بکنه؟ خب ببینید، گذشته از آنچه که آقای میر گفتند، یک مقدار باید واقع بینانه و در سطح منطقه و مشکلات مشترکی که در سطح منطقه وجود داره این مسائل را ببینیم. امروز مسائلی در سطح منطقه است که تهدیدهای مشترک ایران، افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای دیگه به حساب میاد. فرض مثال تروریسم، مافیای مواد مخدر، افراطی‌گرایی، خشونت طلب با مسائل مختلفی دیگه که هست، در واقع اینا مسائل مشترکی است که هم منافع ایران تهدید میکنه، هم پاکستان و هم افغانستان. یک جانب قضیه. جانب دیگر قضیه ای است که در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیدا شدن ای امیدواری که احتمالاً غربی ها یا آمریکایی ها منطقه را ترک میکنن، کشورهای منطقه احساس میکنن که باید اینجا را پر کنن. هم ایران و هم پاکستان تلاش های مشترکی دارند که چطور بتوانند در سطح منطقه پیمان های داشته باشند، توافقات و یا تفاهماتی داشته باشند که بتوانند در سطح منطقه منافع مشترک ملت ها و کشورهای منطقه را پیش ببرند که اگر صادقانه با این مسائل برخورد شود، طبیعی است که ما استقبال میکنیم و یک محور خوبی است. اما چقدر این امکان پذیر هست آقای سانچراکی؟ شما در بحث امشب ما شاهد هستین که همگی در این توافق نظر دارند که جمهوری اسلامی تعریفش نسبت به تروریسم با غربی ها و ایالات متحده آمریکا تفاوت داره. این تفاوت آشکارش شما در نامه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میخوانین، ما رهبر مذهبی جمهوری اسلامی ایران. اونا در بخشای از نامه‌شان میگه که
کشورهای نکته مهم و تکان دهنده دیگر محاسبات شیطانی قدرت‌های مسلط است که بهره برداری از تروریسم را و مسابقه ابزار برای رسیدن به هدف‌های نامشروع وارد چرخه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود کردند. یعنی اشاره به موضوعات فلسطین و اسرائیل داره که شما هم پیشتر از او ذکر کردین و همچنان ایالات متحده آمریکا را یکی از کشورهایی می‌دانه که در منطقه از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنه و برعکس ایالات متحده آمریکا هم چنین ادعایی را نسبت به ایران داره و بارها شما دیدین در قضیه افغانستان ادعا شده که ایرانی ها گروه های مخالف مسلح دولت و گروه های تروریستی را که در افغانستان بر علیه حکومت افغانستان و خارجی ها می جنگند حمایت می کنند. حالا وقتی که این دو دیدگاه اینقدر متضاد هست، واقعا جنگ با تروریسم چگونه تعریف خواهد شد و ماهیتش چی خواهد بود؟ ببینید تا زمانی که کشورها چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان دید و نگاه خود نسبت به پیشبرد منافع یا اهدافشان تغییر ندن و بخواهند به خاطر پیشبرد اهداف خود از هراس افغانی، از تروریسم استفاده کنند، این چالش ها و مشکلات به وجود میاد. باید واقع بینانه گفت که هم ایالات متحده آمریکا منافع داره و به خاطر منافع ملی خودش در منطقه یا در افغانستان حضور داره، یا به نحوی از اسرائیل حمایت کرده و حمایت میکنه. همچنین ایران، پاکستان و کشورهایی که هستن منافع خاص خود دارن. بله. این منافع گاهی در یک نقطه با هم تقابل پیدا میکنن. بله. و یا به خاطر پیشبرد این منافع متوسل به ابزارهایی میشن که ابزارها خشونت خلق میکنه. این ابزارها ابزارهایی است که خون انسانها را به زمین میریزه. این قابل قبول نیست. آرزوی ما ای است که برخورد و شیوه و سیاست عملی و رفتاری حکومت ها به گونه باشه که از خشونت استفاده نشه. تضاد منافع و تقابل منافع یک امر طبیعی است، اما میشه از راه های مختلف، از راه های مسالمت‌آمیز از طرف دیگر. اما شما در اینجا شاهد هستیم که این تقابل منافع و تضاد دیدگاه حتی در ماهیت میتونه که تغییر وارد بکنه. شما میبینین که ایالات متحده آمریکا گروه هایی را که ایران مستحق مبارزه و مستحق میدانن که به حقوقشان برسن، مثلا در فلسطین شما میبینین که در اونجا ایالات متحده آمریکا مثلا حماس را تا حال در شمار گروه های تروریستی میخوانه، اما ایران اینا را مستحق میدانه و او طرف دیگه مثلا ایران نسبت به گروه هایی که به دیده تروریستی میبینن گروه های تروریست میخوانن، مثلا گروه جندالله را. اما ممکن است ایالات متحده آمریکا در این رابطه چندان موقف صریح نداشته باشه که به عنوان یک گروه تروریستی او را بخوانه. حالا فکر میکنین که در ماهیت تفاوت نیست و در ماهیت تغییر وجود نداره؟ ببینید چه کسی میتونه این کار کنه که حماس یک جنبش است که ریشه در درون مردم داره، یک جنبش آزادی بخش و مقاومت است، انتفاضه است، به خاطر رفع اشغال و به خاطر حقوق خود عادلانه مبارزه میکنه. و چی کسی میتونه انکار کنه که حزب الله لبنان یک جنبش مردمی و گره خورده با مردم است؟ خب اما در این طرف شما جندالا را ببین، یک جنبش است که دست به کارهای تروریستی میزنه، هراس افغانی میکنه. و تا اینجا ما دید ما مشترک است، فکر میکنیم که جامعه بین المللی ببینین چرا القاعده متعالی اجازه بدین چرا کارهای تروریستی القاعده هم برای حقوق چرا ببینین بلوچ در مبارزه اگر هستن. درست ریشه یابی کنیم القاعده گروهایی که امروز دست به خشونت میزنن زایده سیاست های غلط و ناعادلانه است که در سطح جهان اعمال میشه. وقتی که یک کسی خود به تمام فضا برش تنگ میشه، زمینه برش تنگ میشه، حقوقش از او سلب میشه و عدالت صورت نمیگیره و هیچ راه و مفری برش باقی نمیمونه، هیچ راهی نداره جز اینکه توسل به خشونت کنه و ودیس به خشونت بزنه و از شیوه دیگه کار بگیره. اما جندالله یا جنبش هایی که است میتونن مبارزه مدنی و سیاسی بکنن. سپاسگزارم آقای سانچارکی. آقای ساپی، از افغانی بزنن. با تفاوت دیدگاه و تفاوت تعریفی که ایالات متحده آمریکا از تروریسم دارن نسبت به ایران، ایالات متحده آمریکا 10 سال است در کنار حکومت افغانستان بر علیه تروریسم میجنگه و حالا حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان میره در تهران در نشست شرکت میکنه و در کشوری که تعریف متفاوت و متضاد با ایالات متحده آمریکا از تروریسم داره. در اینجا باز هم افغانستان راهی را که در مبارزه با تروریسم خواهد پیمود چی خواهد بود و شیوه مبارزه با تروریسم در افغانستان
به کجا خواهد رفت؟ خب طوری که از صحبت‌های قبلی ما به این تاکید کردیم که تعریف مشخص وجود ندارد، تفاوت‌ها در تعریف تروریسم یک چیزی طبیعی است امروز در جهان. شاید نزدیکترین ائتلافیون ایالات متحده آمریکا همچنان در همه مسائل و در همه ابعاد جنگ با تروریسم با اونها اختلاف نظر داشته باشه. ما افغانستان من حیث کشور مستقل همچنان تفاوت های نظر با ایالات متحده آمریکا داشتیم، گفتیم جنگ در قریاجات افغانستان علیه تروریسم معنی ندارد. بله، قتل مردم ملکی در افغانستان ای جنگ علیه تروریسم نیست. این تفاوت ها هست که و اختلاف نظری است که حتی با نزدیکترین ائتلافی خود ما داشتیم در جنگ. آقای صاپی، اگر قرار باشه که هماهنگی با کشورهای منطقه صورت بگیره و از جمله ایران، اگر در اینجا هماهنگی صورت بگیره، ایران میبینیم که امروز نشست را که رئیس جمهور کرزی با آقای خامنه ای رهبر مذهبی ایران داشت، آقای خامنه ای در حضور رئیس جمهور کرزی گفتند که مردم افغانستان از حضور نیروهای خارجی در افغانستان رنج میکشند. وقتی که میبینیم دیدگاه های ایران ایگونه هست، آیا میشه هماهنگی با ایران ایجاد کرد در امر مبارزه با تروریسم یا خیر؟ خب این بیشتر مربوط مردم افغانستان است که آیا ای از حضور نیروهای بین المللی رنج میکشند یا نمیکشند. خب نظریاتی که وا در مورد نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت میکنن نظریات نوی نیست که امروز وا گفتن. از 10 سال به این سو چنین نظراتی به شکل متکرر شده، آنچه که به ما مربوط است ای است که ما طرفدار از اینکه چلنج ها امروز در منطقه مربوط تنها به افغانستان نیست، بلکه امروز انمی پدیده تروریسم که متاسفانه در منطقه ما تمرکز یافته از حدود افغانستان و یا از حدود پاکستان و همچنان ایران در این مثلث سرحدی بین سه کشور وجود داره و این حلقات انمی جرا من حیث پایگاه های اصلی چون این عملیات استفاده میکنن. مهم ایست که سه کشور امروز از دید دولت افغانستان ما دید خود بسیار واضح گفتیم و ای است که با همکاری بین خود و با تشریک مساعی بپردازند و در نتیجه ای پدیده ای که در حقیقت شاید بله آقای صاحب، این تشریک مساعی را که شما از سه کشور میخواین و بویژه از جمهوری اسلامی ایران به خاطر مبارزه با کدام نوع تروریسم است؟ تروریسم را که ایالات متحده آمریکا تروریسم میخوانه و یا تروریسم را که جمهوری اسلامی ایران تروریسم میخوانه، با کدام نوع؟ خب شما اگر یک انتحار یا عملیه انتحاری را در ایران دیدین، ایالات متحده او را محکوم کرده. و همچنان اگر شما یک حمله انتحاری را در افغانستان و یا در پاکستان و همچنان در تهران میبینین، در ایران هر سه کشور فکر میکنم سقف اونمو محکوم کردن چنین عملیات یک اتحاد نظر در این مورد وجود داره. اما محکوم کردن اما در عمل چی است؟ آقای صاحب شما شاهد هستین که حکومت افغانستان هم یک تعداد از مقامات محلی مثلا در ولایت هرات و یا هم در ولایت نیمروز گاهی در مطبوعات ادعا کردن که بعضی از سلاح‌های ساخت ایران در دسترس طالبان قرار گرفته و مقامات آمریکایی هم بارها این موضوع را گفته. و شما در قضیه آقای عبدالمالک ریگی شما شاهد هستین زمانی که ایران او را دستگیر کرد گفت که در افغانستان رفته بوده با مقامات آمریکایی در اونجا دیدن کرده و پس از او هم آقای ریگی اعدام شده سوی ایرانی ها. در اینجا شما چه فکر میکنین که آیا فکر میکنین که یک دید واحد و مشترک در بین ایران و ایالات متحده آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و خود تروریسم وجود داره؟ خب آنچه که به ما مهم از رئیس دولت مسئول در افغانستان ایست که ما دید واحد کشورهای منطقه با موازی با دیدی که ائتلافیون بین المللی ما دارد در قبال تروریسم با اشتباهات کوچکی هم که همچنان وجود دارد در این راستا او را تصحیح بسازیم به حیث یک حکومت مسئول و ملتی که بیشترین قربانی را و قیمت را در ایران می‌پردازیم. شما اشتباهات این کشورها را می‌خواهید تصحیح بسازین؟ به این معنی شما از حلقات نام بردین. بله. مهمترین چیزی است وقتی که شما از حلقه نام می‌برین چند سوال خود این موضوع خلق می‌کنه. کدام حلقات است در داخل ایران، کدام حلقات است در داخل پاکستان که تروریسم تقویه میکنه و تغذیه میکنه یا صادر میکنه به افغانستان؟ یک موضوع. موضوع دیگه آنچه که به ما مهم است که ما باید تشخیص کنیم که آیا زعامت سیاسی و مذهبی و نظامی ایران و همچنان زعامت سیاسی و گروه های مذهبی پاکستان و همچنان اردویشان
همشان در صادر نمودن چنین پدیده با افغانستان و یا به توسعه این پدیده در منطقه موافق هستند یا نیستند؟ و از این همه مهمتر به مردم افغانستان و به ملت افغانستان و به حکومت افغانستان این است که آیا ملت ایران از و همچنان ملت پاکستان خواهان چنین عملی در داخل افغانستان از طرف حلقاتی که شاید در اون کشورها وجود داشته باشه هستند یا نیستند؟ سپاسگزارم آقای صاحبی. آقای میر، آیا فکر میکنین که این نشست بتونه یک دید واحد را میان کشورهای منطقه در امر مبارزه با تروریسم ایجاد بکنه؟ امروز شما شاهد هستین آقای زرداری رئیس جمهور پاکستان گفتن که ما جز راه مبارزه با تروریسم راه دیگی نداریم، و او طرف دیگه ایرانی ها ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی را متهم به حمایت از تروریسم میکنه، و این طرف دیگه آقای کرزی میگه که ما نمیشه تنها با توسل بزور تروریست ها را مهار بکنیم و تروریسم را از بین ببریم. آیا فکر میکنین که یک دید واحد میشه که از این نشست گرفت و مبارزه با تروریسم را تصریح کرد؟ البته این نشست، ما قسمی گفتم، یک نشست سمبولیک بود، اما یک چیزی که عمده و مهم است دوستا صحبت کردن، یک تعریف واضح و روشن از تروریسم وجود داره، اما کشورهای منطقه بخصوص اردو همسایه با پاکستان و ایران اینا تعریفای از خود دارن از تروریسم. مثلا پاکستانی ها بارها گفتن که طالبای افغان یک سرمایه استراتژیک است برشان و طالبای خود را فکر میکنن که یک دشمن استراتژیک برای پاکستان است. ما نمیتونیم که از دو گروهی که عین فکر، عین اندیشه، عین نظر دارن دو تعریف متفاوت داشته باشیم. همزمان با او ایرانی ها را ما شما تجربه شون داریم، نه تنها در 10 سال گذشته، بلکه در سال هایی که جنگ های داخلی بدبختانه در افغانستان جریان داشت، اونا جناهای خاصی را به شکل واضح و آشکار کمک میکردند که این خودش نشان میده که ایرانی ها به خاطر منافع خود در افغانستان از هر نوع ابزاری که لازم باشه و ضروری باشه استفاده میکنن، و پاکستانی ها هم این دو کار را میکنن. آیا رئیس جمهور افغانستان اینقدر اعتماد داره؟ آیا این دو کشور واقعا در سخنهای خود و گپهای خود، خصوصا پاکستانی ها که با چندین مرتبه برای جمهور افغانستان اینا صادق هستن، یا باز هم یک فریب سیاسی است که به خاطر از اینکه حکومت افغانستان یک حکومت ضعیف است و رئیس جمهور افغانستان ناگزیر است به خاطر که روابطش روز به روز در حال وخامت است با کشورهای غربی، باید مؤتلفین در منطقه پیدا بکنن، و مؤتلفینی که رئیس جمهور افغانستان بر از اونها میبینه که احمدی نژاد است و کی دیگه هم آقای زرداری رو میدونیم که خطر رول عمده را در پاکستان بازی نمیکنن، برخلاف رهبری نظامی پاکستان اونها رول عمده را بازی میکنن. اما ما شما تجربه تلخ از گذشته را داریم. آقای سنچارکی گفتن که کشورها، ما این کشورها را تجربه شون داریم، در سالهایی که ما در افغانستان بعد از پیروزی مجاهدین سبب جنگ داخلی در افغانستان همین دو کشور بود، سبب ویرانی در افغانستان همین دو کشور بود. از طرف دیگه اگر حکومت افغانستان و رئیس جمهور به این باور رسیده باشه که غربی ها در پی مبارزه جدی با تروریسم نیستند، بنابراین آیا فکر نمی کنین که کار رئیس جمهور کار بجایی است که روی کرد منطقه‌ای داشته باشه و به یک گونه به کشورهای منطقه روی بیاره به خاطر مبارزه با تروریسم و حل و فصل موضوعات امنیتی افغانستان؟ خب این به اصطلاح فعالیت هایی که از رئیس جمهور است که از زیادتر ما رضو داشتیم که از دستگاه دیپلماسی افغانستان باشه، آیا رئیس جمهور افغانستان در مقابل کدام گارانتی هایی را از این دو کشورها به دست آورده که یا واقعا صادق هستند در ارتباط با مبارزه علیه تروریسم، یا تروریسم برای اونها کسانی را که خود کشورها را تهدید میکنه؟ مثلا طالب پاکستانی وقتی که پاکستان را منافعش تهدید میکنه تروریست است، اما طالب افغان چون افغانستان را تهدید میکنه او یک جنبش به اصطلاح آزادی خواست. اما از طرف دیگه آیا فکر میکنین که از جانب غربی ها به حکومت افغانستان چنین گارانتی وجود داشته مدت 10 سال چی را نشان داده که واقعا اونا جدی هستن به خاطر از میان برداشتن تروریسم یا تضعیفش؟ باز هم اگر باز بگردیم به سخنانی که درست قبل رئیس جمهور اوباما داشت در ارتباط به خروج، آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این یک آغازی است که تدریجا دوام پیدا میکنه تا سال 2014، اما این که تصمیم آمریکا بعد از سال 2014 افغانستان را ترک میکنه و باقی میمانه چار واضح و آشکار است که آمریکایی‌ها میخواهند که دیگه افغانستان لانه برای تروریسم و افرادگرایی نباشه که منافع آمریکا و غرب را تهدید بکنه. سوالی که عمده در افغانستان جریان داره که این است که آقای میر، امی موضوع که منافع غرب و امریکا را تهدید بکنه، این موضوع خیلی جالب است. بله. شما آقای اوباما را میبینین سخنان و صحبتهایش را که با
گفته های اولی مقامات امریکایی چقدر تفاوت داره؟ حالا اوباما میگه که ما به خاطر تامین امنیت جاده های افغانستان نیامده ایم و حبس وقت خود در کوه های افغانستان نخواهیم گذاشتند. این مسئولیت خود افغان ها است. یعنی اگر منافع خودشان از اینجا تهدید نشه و اگر القاعده از اینجا فعالیت نداشته باشه، برای اونا گروه های دیگه که تا به حال تروریست خوانده میشد، هر آن چیزی که در افغانستان میکنن فرق نمیکنه که چی صورت میگیره. اینا در این صورت حکومت افغانستان و رئیس جمهور چارش چی است؟ ببینین، اساس دیپلماسی و روابط خارجی بر مبنای منافع کشورهاست. اگر کشوری با کشور دیگه منافع مشترک نداشته باشه، هیچ ضرورت با ببینیم بیشتری کشورایی است که ما با اونا اصلا هیچ رابطه دیپلماتیک نداریم. بیشتری کشورها در افریقا است که اصلا ما در اونجا نه نماینده داریم و نه اونا نماینده دارن در کشور ما. تماما رابط بر اساس منافع است. خب حال ما میدونیم که آمریکایی‌ها منافع خود دارن، مگر بیایم ما منافع کشور خود را تعریف بکنیم؟ آیا ما کدام تعریفی از منافع کشور خود داریم؟ نه خیر. آیا ما تعریفی از دوست دشمن داریم؟ نه خیر. زمان ما میتونیم که موافق باشیم در استراتژی و پیمان خود با کشورهای دیگه که ما یک تعریف واضح و آشکار و مشخص از منافع خود داشته باشیم. ما نمیتونیم که یک کشور را در ظرف چند سال او را خطاب بکنیم دشمن، با چند سال بعد بدون از اینکه ما به کدام نتیجه از راه مذاکرات رسیده باشیم او را خطاب کنیم دوست. آل رئیس جمهور افغانستان مشکلی است که مدافع دو کشوری است که نه تنها از تروریسم پشتیبانی میکنن، بلکه هر چیزی که توانمندی که دارن میخواین افغانستان را تضعیف بکنن، ولی جمهور افغانستان مدافع دی کشور است و این خلاف منافع کشور ما. سپاسگزارم آقای یارون میر. ما پس از میان برنامه کوتاه این بحث را ادامه خواهیم داد. باز هم خوش آمدین آقای ساپی. رئیس جمهور کرزی در سخنانش در نشست جهانی تهران دید متضاد دارند. در جای میگن که افراطیت میخواهد از اسلام استفاده بکنه و اشاره به این داره که مدارای کشورها در برابر تروریسم مشکل را اینقدر بزرگ ساخته، اما در بخشی از صحبتهایش میگه که توسل به زور نمیتونه تنها راه حل تروریسم باشه و ما از فرزندای کشور خود میخواهیم که بیاین به آغوش وطن باز بگردن. ای چرا حکومت افغانستان و رئیس جمهور کرزی یک تعریف متضاد و یک دید متضاد نسبت به این موضوع داره؟ خب اگر شما دقیق ببینین هیچ نوع تضاد وجود نداره. ما وضاحت بیشتر دادیم پیش. افغانای است که ما میخواهیم اونها رو واقعا به کشور بله. خود برگردانیم. آقای ساپی در اما اینجا که میگه که مدارا کردن بله. کشورهای هستند که مدارا کردن خب. یعنی آنچه که لازم بودن در 10 سال گذشته، اهم از کشورهایی که در داخل افغانستان حضور دارن و اهم از کشورهای همسایه اگر صریح‌تر بگوییم. آقای ساپی اجازه بدین، وقتی که میگیم مدارا مشکل را کلان کرده بله. و او طرف دیگه میگیم که توسل به زور راه حل نیست بله. آیا فکر نمی‌کنین که هر دو متضاد باشه؟ نه، شما اگر دقیق‌تر شوین مشکل نیست. هیچ نوع تناقض وجود نداره. آنچه که به ما مهم است اول ایست که وقتی که کشورهای همسایه به افغانستان دست دوستی دراز میکنن بله، افغانستان وظیفه ایش است و به حیث حکومت مسئول باید که منافع منطقوی خدا حفظ بکنن، ما باید دست دوستی از او را بگیریم. مهم است که ما به این نمیتوانیم که منافع ملی خود را قربانی کشورهای دیگر به حساب کشورهای دیگر بسازیم و چنین پالیسی خارجی ما و منطقوی ما در 10 سال گذشته بوده. سفر رئیس جمهور کرزی به ایران یک سفر فوق العاده مهم و یک بله. سفر دستاوردهای داشت. ما میخواییم که در این مورد ما بله. از دستاوردهای یاد بکنم که واقعا این سفر داشته. اولی است که مهمتر است که رئیس جمهوری افغانستان و ایران و پاکستان در مجلسی که داشتند دیشام توافق کردند به تاسیس 3 کمیته ها، به ایجاد 3 کمیته ها که کمیته امور سیاسی می باشه، امنیتی می باشه و اقتصادی می باشه و به سطوح از مسئولین مربوطه ای هر ما این کمیته ها نزدیک بشه. اجازه بدین که من بپرسم اول که حالا حکومت افغانستان موقفش در رابطه با تروریسم چی هست؟ مدارا را که آقای کرزی نقد کردن و توسل به زور را هم راه حل ندانستن، بنان راه چی است؟ خب مدارا شاید نه که باید خب. ای است که 10 سال جنگ در قریجات افغانستان مؤثر واقع نشد بلکه مدارا
مدارا شما چی را؟ یعنی شما از مدارا اگه کلمه را از درست ما فهم گرفتم آشوب مدارا ایست که به تعریف شما مدارا یعنی چی؟ مدارا یعنی ایست که خب طرف رفتن آنچه که لازم بود نکردن جدی نگرفتن خب ایر آقای کرزی نفت کرد و گفت که یکی از مشکلات بود ما 8 سال هستیم که صدا میکنیم بله که باید علیه لانه‌های تروریسم مبارزه شود و جنگ بله. علیه تروریسم باید در لانه‌هایش و در مراکزی که ترنینگ میشن تجهیز میشن و فرستاده میشن در اوج صورت بگیرند ولی آنچه که ما توقع داریم حالا هم به این نظر هست افغانستان توقع داشت حالا هم به این نظر هست حکومت افغانستان که باید به زور و بدون فشار شک. مثلا این لانه‌ها تفکیک باید شود ما به اولی است که ما با افغان‌هایی که به هر مجبوریت از افغانستان رفتن بله او را پس میگردانیم به آغوش وطن خود و با بیادرهای خود اونا اگر کارهای و... تروریستی بکنن فرق نمیکنه به هر حالش اونا باید برگشتانده شما ما اگر شما گپای ما را درست گرفته باشین ما در اول صحبتهای خودی را گفتم که در منطقه نه تنها طالب اصلا سبب آمدن نیروهای بین‌المللی به این منطقه کی بود؟ کیها بود؟ تروریستای بین‌المللی بود خب. آیا تروریستای بین‌المللی در منطقه از بین رفتن؟ کی جای داده بود آقای صافی؟ میزبانی تروریست های بین المللی را کی داشت؟ یک حمایت کننده است و یک آن کسی است که تروریست است بله و شما شاهد هستین که آقای اسامه بن لادن در افغانستان حضور داشت و از افغانستان حملات خود را طراحی کرد و زمانی که حملات انجام شد جهان و امریکا از طالبان خواست تا اسامه بن لادن را تحویل امریکا بدن اما چنین کار را نکردن بله. حمایت کردن و میزبانی کردن بله. و در اعمالش فکر نمیکنین شریک بوده باشن؟ نتیجه اعمالشان را دیدن قدرت از دست دادن بله. جنگ علی جنگ بین ملی علیشان آغاز شدن خب چنین بوده ولی 10 سال بعد ما میبینیم در افغانستان آنچه که به ما مربوط است به مردم افغانستان مربوط است ما از چی رای میتونیم که خونریزی هایی که امروز بله. در جاده های افغانستان و در دهات افغانستان صورت میگیره و در دید طالبان چی تفاوت و چی تغییری وارد شده که حالا میخواین به قدرت اونا بر بگردن یا در کنار حکومت بیاین اگر دیدشان و عملکردشان تفاوت کرده که خیلی کار خوبی است اما خب، فکر میکنید تفاوت کرده؟ توقع ما چنین است اولین شرطی که حکومت افغانستان در راه صلح و یا رسیدن به صلح طرف افغانستان و یا مصالحه در پروسه مصالحه با مخالفین دولت مطرح میکنه موضوع قطع روابط با تروریست های بین المللی است بله. خب. بدون شک که وجود این تروریست های بین المللی باعث شد که جنگ در افغانستان به و 10 سال در این منطقه بله. ادامه پیدا میکنه شما شاهد هستین پس از به قتل رسیدن آقای اسامه بن لادن این طالبان بودن که گفتن ما در پی انتقام خون بن لادن هستیم این نشان دهنده چی است اونا قطع کردن رابطهشان با القاعده و یا قطع میکنن خب شما میفهمین که اولی است که شما اجندای اردوگرو را بررسی کنین بله. در اجندای القاعده و طالبان شاید تفاوتهایی را بیافین موضوع دومی که بسیار مهم است این است که ائتلاف نامشروع یا مشروع وقتی که گروه های مختلف با هم ائتلاف میکنن چنین اظهارات را باید توقع داشته باشین اما مهم به ما چیست که کسایی که افغان هستند و در نتیجه اعمالی که و اشتباهاتی که در 10 سال گذشته تکرار شد در افغانستان مجبور به رفع صلاح علیه کشورشان شدند وارا جدا کنیم و عنوانی که امروز حلقات تروریستی بین المللی و منطقوی در افغانستان به همچو اعمال تروریستی دست میزنن این عنوان باید از بین ببریم و باز مردم افغانستان و حکومت افغانستان میفهمند که با تروریست های حقیقی و اصلی بله. از چی رای مبارزه بکنن بله تشکر آقای سنچراکی شما گفته های آقای ساپی را شنیدین چه فکر میکنین که آیا این راه حل هست که گروه هایی که امروز عملاً عمل کردشان با گروه هایی که از سوی حکومت افغانستان تروریست خطاب میشن و از سوی جهان تروریست خطاب میشن اینا عمل کردشان مشابه هست و امروز مثلا تلاش به این میشه که گروه ها جدا شود اما عمله جداسازی هم چندان نتیجه نداده فکر میکنین این راه حل به خاطر تروریسم و جنگ در منطقه و افغانستان به خصوص باشه؟ من فکر میکنم که برنامه مصالحه و گفتگو و مذاکره که حالا آمریکایی ها و خارجی ها هم به شکلی گفتن ما وارد مذاکره و مصالحه شدیم خودش بخشی از استراتژی جنگ علیه حراس افغانی و گروپ های مسلح مخالف است و ما وقتی که
کالبد شکافی میکنیم، محتوای این صحبت ها را تمامش به این نقطه برمیگرده که هر کس سلاح به زمین بگذاره، قانون اساسی افغانستان را بپذیره، از القاعده جدا شوه و اساسات نظام قبول کنه، میتونیم که با او گفتگو کنیم. با این مسئله کسی شک نداره، یعنی ما معتقد هستیم که هر کسی به روند مصالحه بپیونده، به روند سیاسی موجود بپیونده، سلاح را به زمین بگذاره، به خشونت متوسل نشوه، از القاعده جدا شوه، او میتونه به عنوان یک شهروند افغانستان بیاید، از هر زمینه استفاده بکنه. اما کسی که مصداق تروریسم است و هنوز هم معتقد به است که از راه های خشونت آمیز و با توسل به سلاح میخواهد که اهداف خود را پیش ببره، تعویض که با اون مذاکره میشه، نه گفتگو میشه، نه کسی باور داره. خب ما حالا ببینیم که آیا که طالبان چنین مصداق باشه. تا هنوز طالبا و گروه های مسلح مخالف افغانستان نشان ندادن که اونا از سلاح دست کشیدن، اونا میخوان گفتگو کنن، مذاکره کنن. ما چنین شواهد و نشانه های نداریم. ما بسیار خوش میشیم که اونا همین کار را بکنن، سلاح را به زمین بگذارن و بیان خواسته های خود را مطرح کنن و در یک گفتمانی درست و مدنی به اهداف سیاسی خود برسن. این چیزی است که ما میخواییم. اما تا کنون هیچ نشانه دیده نشده. هر کسی که انفجار میکنه، انتحار میکنه، مردم را میکشه، هراس افغانی میکنه، او هنوز هم پشت سرش همین گروه هایی است که مسئولیتش را به عهده میگیرن و هیچ نشانه وجود ندارن. آقای میر، اگر قرار باشه، اگرچه شما این نشست را سمبولیک خواندین، اما تلاش های حکومت افغانستان و تلاش های کشورهای منطقه و پس از اینکه آوازه های بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان مطرح میشه، به این باشه که اینا بیاین در امر مبارزه با تروریسم به ابتکار دست بزنن، و شما میدانین که توجیه و بهانه کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا از حضورشان در افغانستان مبارزه با تروریسم بود، اگر چنین بهانه ای را ابتکار کشورهای مثل ایران از غربی ها میگیره، وضعیت حضور غرب و ایالات متحده آمریکا در افغانستان چی خواهد بود و چه بهانه دیگه خواهد داشتن به خاطر حضور در اینجا؟ ببینید، ما نمیتونیم که موقف گیری یک کشور اساس نیت یک کشور دیگه بگذاریم. این به این مفهوم که خب آل پاکستانی ها و ایرانی ها یک نیت خوبی در ارتباط با مذاکره علیه تروریسم از خود نشان دادن، آیا ما گفته های از اونا را صادقانه پذیرفته میتونیم؟ آیا ما باور به این نداریم که اونا منافع مشروعشون را ما میتونیم به هر نگاه منافع مشروع کشورهای هم ایران و هم پاکستان را مد نظر بگیریم؟ اما ما میدونیم که اونا منافع نامشروع دارن، غیر خب. مشروع دارن. اما از مذاکره ایالات متحده آمریکا و غرب هم حمایت کردن. خب ما مذاکره را رد نمیکنیم اساسش. بله. اما ما هشدار میدیم. بله. به حکومت افغانستان و به خصوص به شخص رئیس جمهور افغانستان که ما رئیس جمهور افغانستان باید یک بار تاریخ افغانستان را دقیق مطالعه بکنم. ببین تاریخ افغانستان، دلیلی که ما در افغانستان نتونستیم چی در گذشته ها و چی در 30 سال گذشته ما نتونستیم که در افغانستان به یک ثبات نائل شویم، و اگر گفتمان بین الافغانی باشه، ما به یقین براتون گفتم میتونیم که ما هیچ بسیار وجوه مشترک داریم با طالبا، شاید که امو مشکلاتی که داریم رو بتونیم رفع بکنیم. بله. اگر بین الافغانی باشه، اما آقای اگر این موضوع تاکید کردن که میخواین که همین افغان ها که بنابر مشکلات امروز از وطن دور بودن و به گونی صلاح بر دست گرفتن و می جنگن، اینا تفکیک شوند از گروه های تروریستی و بیاین باز بگردن و خب مشکل اساسی ما در افغانستانی است. ببینین هر باری که ما در ارتباط با مصالحه صحبت میکنیم، پاکستانی ها صدای خود میکشن که هیچ رای حل سیاسی در افغانستان بدون مد نظر گرفتن موقف پاکستان امکان پذیر نیست، و ایرانی ها نشان دادن چی در گذشته و چی در زمان کرونی که توانمندی از ایره دارن که بتونن که یک روند صلح را اخلال بکنن. آل مشکل اساسی در افغانستان ای است که ما چطور میتونیم با این کشورها اعتماد بکنیم در گذشته، در حالی که اینا باعث ازی شدن که در افغانستان به یک حالتی برسه که ما امروز بدبختانه صدمی ازی را شاید نسلهای دیگی هم ببینن. خب ما هیچ وقت سخنان کشورهایی را که در افغانستان تجربه تلخ نشان داده که اونا به خاطر حفظ منافع خود، حفظ منافع نامشروع خود، از ابزار مختلف استفاده کردن، ما رو به جنگ‌های داخلی کشاندن، تروریسم در افغانستان به شکل مستقیم ازش حمایت کردن. ما چطور میتونیم که به گفته های احمدی نژاد و به گفته احمدی نژاد ببخشیم و گفته های آقای زرداری ما اعتماد بکنیم و آغوش خود را باز بکنیم و اینها را به عیسی برادران خود
بقبولیم. خب این یک مشکل اساسی است. مشکل اساسی است که وقتی که ما در یک مذاکره میخواهیم داخل مذاکره شویم با این کشورها، حداقل چیزایی را که ما با اونا میتیم در مقابل با این چیزایی به دست بیاریم. تا کنون پاکستانی ها قبول نکردن که طالبا مثلا یا موجودیت طالب در خاکشان یک تهدید است برای افغانستان. بله، اما آقای میر، بالاخره راه اعتماد پیدا کردن و ایجاد اعتماد میان افغانستان و این کشورها باید یک چیز باشد. این اعتماد را شما چه فکر میکنین؟ از چی راه باید ایجاد شود؟ این اعتماد میتونه که به یک کنفرانس منطقوی، خب در منطقه تنها ایران و پاکستان نیست، ما باز کنفرانس منطقوی ضرورت داریم که کشورهایی که به شمول ایران و پاکستان، مثلا هند است، چین است، روسیه است، عربستان سعودی است، ترکا هستند، با در مجموع با تحت نظر ملل متحد با یک سلسله توافقات ما برسیم که باز کشورهایی باشند که از این توافقات بتونن که نا حمایت بکنن. در غیر از او هر نه توافقی را که ما، توافقی که دو جانبه می باشه با ایران و پاکستان و با ایران و ببخشید افغانستان و ایران و افغانستان پاکستان، ما به این توافقات می رسیم، هیچ نوع مکانیزم به خاطر برای گارانتی از این توافقات وجود نداره. سپاسگزارم آقای میر. آقای ساپی، آقای میر از اعتماد یاد کردن، آیا حکومت افغانستان میتونه که اعتماد داشته باشه روی کشورهای مثل پاکستان و ایران که به گفته مهمانای ما در گذشته ها در مسائل جنگ‌های داخلی افغانستان و کشیدگی‌ها در افغانستان اینا دست داشتن، حالا چنین اعتماد از سوی حکومت افغانستان وجود داره بالای کشورها؟ خوب، اصلا در فرهنگ سیاسی وقتی که شما صحبت میکنین از ادبیات اعتماد بین کشورها، خب این موازی میباشه با احتیاط. ما من حیث دولت مسئول بدون شک روابط ما با کشورهای همسایه و بالخصوص کشورهای پاکستان و ایران از هر وقت بیشتر از هر وقت پیش امروز خوب در سطح خوبتر احساس میکنیم، اما ای بنا را نداره که حکومت افغانستان محتاط نباشه در تعاملاتشان با این کشورها. بدون شک که ما با پیروی چنین اصل تمام فضای اعتمادی که بین ما و پاکستان ایجاد شده و همچنان کوشش و سعی و تلاش ما است که این فضای اعتماد بیشتر شود، ما ای را تعقیب میکنیم در یک چوکاتی محتاطانه. بله آقای ساپی، شما بیشتر ذکر کردین که گروه های مثل القاعده بانی اصلی تروریسم هستند و تروریستان اصلی هستند. پس از اینکه آشکار شد که آقای بن لادن چندین سال در پاکستان در نزدیکی اسلام آباد زندگی کرده و در اونجا به قتل رسید، حالا انوس هم میخواین که روی پاکستان حکومت افغانستان اعتماد داشته باشه و چنین اعتمادی وجود داره؟ خب اصلا وقتی که شما از پاکستان صحبت میکنین، اولی است که در وقت آقای مشرف روابط ما با پاکستان در چی سطح بود؟ بله. و بعد از وقتی که پیپلز پارتی در آنجا به حکومت میرسد، ما قدم هایی که حکومت افغانستان برداشت با نزدیک سازی روابط و ماحول روابط های اسلام آباد و کابل در چوکات زعامت های سیاسی دو کشور فرق میکنه. امروز 10 سال بعد پیام های ما بسیار واضح با میز پاکستانی آمانده میشه و پیام های از وا که در حقیقت نشان دهنده یک تحول در پالیسی زعامت سیاسی پاکستان است با ما شریک میشه. در ایران وقتی که رئیس جمهور افغانستان، اما تنها با تبادل این کاغذ و پیام آیا میشه که این حکم را کرد که تفاوت آمده و تنها در گفتارها مثلا اگر تفاوت آمده و در رهبران تفاوت آمده؟ خب اما در عمل چی تفاوت آمده؟ خب شما اگر میبینین هر عمل کس او نتیجه استراتژی و یا پالیسی یک کشور است و یا یک حلقه است و یا یک طرف است، هر طرفی که باشه. و در پالیسی پاکستان فکر میکنیم که تغییر آمده؟ تا وقتی که شما نتوانین، کوشش افغانستان ایست که باید تغییر بیاید و همچنان در دید کشورهای منطقه به هم دیگر باید تغییری بیاید و این میتونه و این به باور حکومت افغانستان یگانه راه حل از برای بیرون رفت از چلنج ها که امروز همه ما با او روبرو هستیم و هر روز پی در پی فرصت هایی که در به خاطر بهبودی و پیشرفت اقتصادی در برای ملت های ما وجود داره در منطقه از دست داده میریم، تا وقتی که تغییر در دید انمی کشورها و حکومت هایی که باید مسئولیت در قبال ملت های خود درک کنند،
نبیه من فکر نمیکنم از این مشکل برای سپاسگزارم آقای ساپی. آقای سانچاراکی در اخیر میخوایم از شما بپرسم اگر کوتاه بفرمایید که چطور میشه با دید متضاد کشورهایی که امروز هر کدامشان میخواهند در کنار افغانستان باشند و خودشان را رفیق و دوست افغانستان در مبارزه با تروریسم نشان بدن وجود داره، این دیدگاه متضاد میشه که یک محور مشترک را ایجاد کرد و با تروریسم مقابله کرد و تروریسم را از بین برد و یا تضعیف کرد؟ ببینید، سیاست و دیپلماسی افغانستان در 10 سال گذشته بسیار پرنوسان بوده. بله. و یک سیاست قوی، مشخص و تعریف شده نبوده در قبال همسایه ها و یا کشورهای خارج از منطقه. بسیار ضرور است که دولت افغانستان دارای یک سیاست معقول و متوازن باشه، همون قسمی که ما میخواهیم اعتماد کنیم به کشورهای همسایه و جهان هم به ما اعتماد کنند. یعنی اعتماد متقابل است. ما چطور میتونیم اعتماد سازی کنیم با یک سیاست بسیار معقول و مناسب؟ افغانستان در موقعیت قرار داره که نیاز داره هم یک مناسبات درست و خوب با همسایه ها داشته باشه، هم با جامعه بین المللی داشته باشه. کمک ها و حمایت ها و مساعدت های جامعه بین المللی بسیار ضرور است به افغانستان، و همچنین روابط نیک و حسنه با کشورهای همسایه بسیار مهم و حیاتی است. به این خاطر بسیار مهم است که چطور میتونه افغانستان در واقع اطمینان بده به همسایه ها که افغانستان محل برای مداخله به کشورهای خارجی یا تجاوز به کشورهای خارجی یا پیشبرد سیاست های کشورهای منطقه یا کشورهای منطقه این اعتماد کنن که افغانستان محل تاخت کشورهای همسایه نمیشه. توازن خیلی مهم است. سخنگوی ائتلاف تغییر و امید آقای صفت الله صحاف صافی، معاون مرکز رسانه های حکومت، و همچنان آقای هارون میر آگاه امور بین المللی از اشتراکتان در برنامه ما. و سپاسگزارم از اینکه بیننده های عزیز برنامه را دنبال کردین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.